راه زندگی. برنامه ای از دکتر فرناز زنده‌دل، روانشناس بالینی. مخاطبان عزیز شبتون بخیر. تشکر میکنم از یکایک شما عزیزان، مخصوصا تشکر میکنم از پسرهای گلم و پدر عزیزم که منو امشب همراهی کردن به رادیو. با اشتیاق فراوان در خدمت شما عزیزان هستم. مطلب امشب راجب روانشناسی خواب و رویا هست و کمی هم در مورد کابوس. خوابهای طلایی، شیرین، احساسات و افکار و تصورات نهفته ما هستند که خودشون رو به صورت رویا بروز میدن. رویاهای ما یکی از راههای اصلی هستند به ضمیر ناخودآگاه ما. از طریق تحلیل و تفسیر رویا میشه اطلاعاتی راجع به تمایل‌های سرکوب شده و حل اونها کسب کنیم. رویا پدیده‌ای هست که ذهن ما رو به خود جلب کرده، از جمله دانشمندان رو که در کندوکاو خواب دیدن هستن. خط‌ها باز هستن، میتونید با شماره استودیو تماس بگیرین و سوال‌های خودتون و رویاهای خودتون از جمله کابوس‌هاتون رو مطرح کنین و با هم آنالایز کنین. شماره استودیو هست 323-512-7264. یه بار دیگه اعلام میکنم، 323-512-7264. خب شنوندگان عزیز، خواب تقسیم میشه به دو بخش، خواب سبک و خواب سنگین که چشم ها بستند اما مردمک ها با حرکات تندی همراه هستند. مثل این هست که با چشم بسته مشغول فیلم دیدن بر روی پرده بسته پلکامون هستیم. اینو یادتون باشه که وقتی ما خواب هستیم مغز فعالیتش افزایش پیدا میکنه که خواب دیدن رو ما تجربه میکنیم. خواب دیدن مثل نفس کشیدن یک امری بدهی هست که کودکان خیلی بیشتر از بزرگسالان خواب می‌بینند. نوزادان 70% از خواب خود رو در حال رویاهای متعدد به سر می‌برند. بزرگسالان 25% از خواب خودشون رو در رویا به سر می‌برند. تقریباً فکرش رو بکنیم 90 دقیقه لازم هست که انسان به خواب عمیق فرو بره. زمانی که مرحله خواب عمیق که بهش میگیم Rapid Eye Movement سپری شد، مجدداً این فرایند تکرار میشه. از 5 دقیقه تا 50 دقیقه مرحله میتونه طول بکشه. اغلب خوابهایی رو که نزدیک به صبح ما میبینیم یادمون میاد و هر شبم همه ما خواب میبینیم. فقط موضوع اینه که آیا خواب هامونو ما یادمون میاد تا حدی یا نمیاد. در ضمن اینو در نظر بگیرین
که خواب دیدن رو از طریق میجر میکنن، از طریق الکتریکال اکتیویتی، یه دستگاهی به اسم EEG هستش و واقعا این ثابت شده که ما همه خواب میبینیم. یعنی یک به قول معروف گس کردن نیستی، واقعا یه واقعیتی هست. هر یک اجرای رویا معنی و مفهوم خاص خودش رو داره. هر انسانی که از افکار و احساسات و تجربیات خود بیشتر آگاه هست میتونه تحلیل درستری از خوابش داشته باشه. به عبارت دیگه میتونیم بگیم که خوابهایمون رو طوری که دلمون میخواد تا حدی تعبیر میکنیم. خب یه مثال جالب راجع به خواب و رویا دارم که خیلی بین انسانها شایع هست. خیلی ها ممکنه که به اطلاعمون برسونن، به همون بگن که تا صبح ما رو با ما در خواب صحبت کردن و لذت بردن. ممکنم هست ما هم همزمان خواب اونها رو ببینیم یا راجع به اونها صحبت بکنیم. باورتون میشه که به اسم این میگن رویای تلپاتی. بهش به انگلیسی میگیم Dream Telepathy. محققین که خوابها رو بررسی میکنن به این نتیجه رسیدن که از طریق امواج الکتریکی، هنگامی که امواج الفا در مغز ما منتشر میشه که ما ریلکس هستیم، میتونیم رویای تلپاتی رو تجربه کنیم. یه موقع دیگه هم که میتونیم این تجربه رو داشته باشیم زمانیه که ممکنه خواب میبینیم نگران یکی از عزیزانمون هستیم که در مغز ما در موقع نگرانی ادرنالین ترشح میکنه. ببینید چقدر جالبه که حتی علمم بررسی کرده تا حدی بهش میگن سودو ساینس. یعنی علم نمیتونه این موضوع رو ثابت بکنه، تلپاتی رو که با رویا انسانها با هم صحبت کنن، نمیتونه الان انکارش بکنه. خیلی موضوع جالبی هستش. خب شنوندگان عزیز، یه بار دیگه هم میگم تلپاتی یعنی دسترسی به اطلاعاتی که در فکر شخص دیگه نگهداری میشه و شما اونو کسب میکنید. این هم الان اضافه شده بر رویا و کابوس و دانشمندان خیلی دارن روی این موضوع تحقیق میکنن. خب من خط اول رو میگیرم. بفرمایید. جونم روی خطین، بفرمایید. سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟ قربان شما، ایشالا کال شما خوب باشه. خیلی ممنون از برنامه خیلی خوبتون، هر هفته با یه سوژه جالبتر از هفته قبل. قربان شما، ممنون. میرین تو خونه های ما و ما از اطلاعات شما استفاده میکنیم. سوالی که من داشتم ازتون، داشتم به اول برنامه گوش میکردم، راجع به رویای تلپاتی داشتین شما صحبت میکردین. بله. اما افرادی که در خواب یک خوابی رو میبینن که بعدن این اتفاق میفته. بله. و دقیقا هم همون اونطور میشه، یعنی خبر ندارن حالا چجوری میشه اینا، ولی اتفاق میفته. بله. شما چی میتونین نظر بدین راجع به حتما اینم جزو سودو ساینس هستش. یعنی از طریق EEG تا حدی مشاهده شده که انسان ممکنه مخصوصا راجع به یه نفر یه اتفاقی میخواد بیفته، ممکنه حتی از لحاظ همین ارتباطی که با اون شخص داره و نگرانش که میشه و خوابش رو میبینه، واقعا اون شخص دیگه در خطر باشه. اینو هنوز علم نتونسته کامل ثابت بکنه، ولی خب نمیشم انکار کرد و میدونم یه مقدار نگران کننده هم هست، برای اینکه یه موقع میشه آدم خوابهایی رو ببینه که معنیش واقعا برمیگرده به درون خود انسان، به اون آرزوهای نهفته که از طریق ناخودآگاه از لحاظ خواب به آگاهی میتونه رسیده بشه. جونم بفرمایید. سوال دیگه هم اینه که البته دو تا سوال اگر وقت داشته باشین، هر موقع وقت ندارین بهم بگین، من قطع میکنم. خطا پره ولی سعی میکنم جواب همگی رو بدم. بفرمایید. خیلی ممنون.
و سوالی که من داشتم، حالا امکان داره اون شخص اصلا شما راجب اون شخصی فکر نمی کنی، اصلا اون شخص در مغزتون نیست، درست، ولی خوابی رو که می بینین راجب شخصیه که اصلا شما توی مغزتون هم نبوده، یعنی در روز که در بیداری بله اصلا بهش فکر نکردی، درسته. ببینید خب این دوباره برمیگرده به subconscious mind، به ناخودآگاه. شما ممکنه فکر یه نفر رو ماها و سالها نکنید و حتی در ارتباط باهاش نباشید، ولی هنوز ممکنه یه خوابی راجع به این شخص ببینید که همونطوری که گفتین که بعدن ببینید واقعا این شخص براش این اتفاق یا شبیه این اتفاق میافته. بنابراین تلپاتی برمیگرده به ناخودآگاه ما، نه به آگاه ما. درست متوجه شدین این موضوع رو؟ بله. بعد سوال دیگه جون. آیا در بیداری هم این اتفاق میفته؟ بله اتفاقا باورتون نمیشه، من خیلی راجع به این موضوع این چند شب خوندم. حتی به جایی رسیده که یک تمرین هایی رو دارن به دو نفر میدن که یه نفر بتونه از طریق تلپاتی، این برمیگرده به اینکه بتونه پیام بده و اون آدم دیگه بتونه پیام رو بگیره، و اینو مشاهده دارن میکنن از الکتریکال اکتیویتی مغز، ولی هنوز نمیتونن واقعا نتیجه به قول معروف ثابتی بدن. و این میخوان بگن که از طریق ناخودآگاه هم انسان ممکنه بتونه تا حدی با یه نفر دیگه ارتباط برقرار کنه، یه نیرویی میتونه این وسط باشه. خیلی این موضوع بسیار جالب و پیچیده است. صداتونم معلومه که خیلی اکسایدین دارین میپرسین، خوشحالم جلب توجه شده. چون اتفاقاتی میفته برای بله که برای خود شخص یه مقدار تعجب بله. آوره. اتفاقا خیلی خوشحال میشم که یکیشو بشنوم. اگه اجازه بدین من خطهای دیگر رو بگیرم، آخر برنامه دوست داشتین بیاین روی خط و یکی از این مثالهاتون رو بزنید، خیلی خوشحال میشم همه بشنویم. جالبه. حتماً. باشه. خیلی ممنون. خواهش میکنم. من آخر برنامه زنگ میزنم. باشه. قربان شما. قربان شبتون شما. فعلا بخیر. بفرمایی نفر بعدی روی خطین. سلام، حال شما خوبه؟ عالی، شما خوب هستین؟ مرسی. من دو تا سوال داشتم. اولا که من خوابامو یادم نمیمونه. بله. مگر اینکه همون لحظه که داشتم خواب میدیدم بیدار بشم، ولی بلا فاصله همونم یادم میره، یعنی اصلا خواب یادم نمیمونه. بله. ببینید اینو شما تنها نیستید. خیلی ها، حتی برای خود منم اتفاق میفته، یه خوابی رو میبینم و اگه ننویسم یا راجبش بیشتر از چند دقیقه فکر نکنم منم یادم میره. ببینید اون موقع سنسری مموری شما، یعنی مموری چند ثانیه شما داره کار میکنه، و برای همین هست برای دریم انالیسیس، تجزیه و تحلیل خواب، من همیشه به مراجعین توصیه میکنم خوابهایی رو که فکر میکنن واقعا سمبل اتفاقاتی که تو زندگیشون افتاده هست و دلشون میخواد انالایز بکنن اینو در روان درمانی، وقتی بنویسن یا راجبش بیشتر از چند دقیقه فکر بکنن، این کار رو ما میتونیم با هم دریم انالیسیز رو انجام بدیم. بفرمایین. گفتین دو تا سوال دارین جونم. بله. الو. بفرمایین روی خطی. من میخوام ببینم که چرا پس مثلا فرسون خواهر من ساعتها میتونه راجع به خوابش تعریف کنه به من، ولی من اصلا هیچی رو نمیتونه، یادم نمیمونه. خب ببینید خواهر شما همینی که میگید خوابهاشو برای شما تعریف میکنه، این نشون میده که اشتیاق داره و براش جالبه، بنابراین حتما خوابهایی رو که میبینه بیدار میشه انقدر راجبشون فکر میکنه، دیتیلای خوابم یادش میمونه. اینم یه تمرینه، هرچی بیشتر انسان بخواد خوابهاشو یادش بمونه و تمرین کنه راحتتر یادش میمونه. خود من الان نسبت به 10 سال پیش خیلی راحتتر خوابها یادم میمونه، به خاطر اینکه واقعا تمرین روی این موضوع کردم و برام خیلی جالبه. بنابراین شما شروع کنید به نوشتن خوابهاتون، خود این باعث میشه حتی اتفاقهایی که تو زندگیتون افتاده که سرپوش روش گذاشته باشین، یعنی ریپرس کرده باشین، از طریق خواب شما به آگاهی شما بعد از تجزیه و تحلیل برسه.
سوال دومم میتونم بپرسم؟ سوال سوم شد. مثل که همه براتون این موضوع جالبه. بفرمایید. بله. عرض کنم که کسایی که دارن خواب میبینن، اگر از خواب ما بیدارشون کنیم، اینا خیلی ناراحت میشن، برای اینکه اون موقع که خواب دارن میبینن مغزشون داره استراحت میکنه. اتفاقا برعکسه. ببینید انسان برعکس. وقتی بله داره کار میکنه، به هر جهت بیدار کردن یه آدمی که داره خواب میبینه بده واسه. آفرین. بله. یکی داره خواب کابوس میبینه و داره داد میزنه، ما خوبه بیدارش کنیم؟ خب اول سوال قبلی رو جواب میدم. ببینید انسان مخصوصا وقتی پلکاش در حال حرکت هستن، یعنی توی خواب عمیق قرار گرفته، rapid eye movement، شما اون موقع بیدارش بکنین، یک دفعه معلومه که میشه خشم برافروخته بشه، ناراحت بشه و واقعا برای اینکه اون خواب سایکل خوابش به هم ریخته میشه. خب این یکه. در ضمن کسی که کابوس میبینه بیدارش بکنین، این برمیگرده حقیقت رو بخواین، بیشتره اون استادیایی که روی خواب شده کابوس انسان میبینه تا حدی که اون مسائلیو که تو زندگیش حل نکرده از طریق کابوس سابکانشس مایندش، یعنی ناخودآگاهش، میخواد اون مواردو حل کنه. برای همین یه فانکشنی داره مثبت، ولی دردناکم میتونه باشه. بنابراین این فرقی نداره بیدار بکنین اون شخصو یا نکنید، این به خود اون شخص برمیگرده. بعضیا خواهش میکنن از اون کسی که باهاشون هست بیدارشون کنن، بعضی ها هم ترجیح میدن ادامه بدن. ولی اینو یادتون باشه، ممکنه یه کابوس ببینید که فقط چند دقیقه باشه، ولی براتون میتونه به اندازه ساعتها انگار این کابوس رو دیدین، ولی واقعیت نداره. بنابراین فرق زیادی نمیکنه اون شخص رو بیدار کنین یا نکنین. یک دنیا ممنون از توجهتون جونم. مرسی. خواهش میکنم. بیشتر سوال دارین میتونید با تلفن خودم. خانم دکتر، من سوال داشتم که آیا مردها و زنها خوابشون فرق میکنه؟ یعنی خانم ها یه جور خواب میبینن، آقایون یه جور دیگه؟ خب باشه، سوالم بوده. اولا یک دنیا معذرت که مجبور بودم بگم روی خط تلفن بزنید که بتونید سوالتون رو مطرح کنید و اون وقت رو نداشتم که باهاتون صحبت کنم. سوال خیلی جالبی هم میکنید، هیچ کم تا حالا همچین سوالی نکرده. ببینید محققین به اینجا رسیدن که خوابهایی که خانومها میبینن بیشتر خوابهای عاطفی هستش. وقتی که انسان خوابه، لیمبیک سیستمش، اون بخشی از مغزش که مسئول عواطف هست، بیشتر پرکارتر هست. خانومها بیشتر خوابهایی که میبینن، یعنی این ریپورت شده، در حقیقت علم نمیتونه هیچی راجع به این موضوع صحبت کنه، بیشتر راجع به اتفاقهایی که میتونه افتاده باشه تو زندگیشون که تکرار بشه از طریق خواب دیدن، یا میتونه مسائل عاطفی باشه که یا حل نشده یا آرزو دارن حل بشه تا حدی شده. برای آقایون خیلی جالبه، بیشتر نشون داده شده که خوابها راجب آقایون دیگه هستش و راجب اینه که مسائل رو میخوان در خواب با لاجیکشون حل بکنن. بنابراین کانتنت خواب دیدن مرد و زن میتونه متفاوت تا حدی باشه. حالا یادمه که گفته بودین راجب یکی از خوابهاتونم میخواین صحبت کنین، چون اسمتون رو گفتین و نمیخوام دیتیل رو روی ایر بگین، اینو ترجیح میدم صبر بکنید تا دو هفته دیگه که با هم وقت داریم باهاتون این دریم انالیسیس رو انجام میدم. بازم شرمنده که مجبور بودم روی خط باهاتون صحبت کنم. نفر بعدی بفرمایی لطفا. الو جونم. من رو خط هستم. بله بفرمایی. روی خط هستی. بله خسته نباشی خانم زنده دار. ممنون. سوالی که دارم در مورد خواب، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اسمش هست lucid dreams، یا خوابایی که خیلی به واقعیت شبیه. درست. و اینکه میشه شخص کنترلش بکنه تو خواب، یعنی خود شخص میدونه داره خواب میبینه و تقریبا آرتیست همون خواب میشه و تو اون خواب هر کاری بخواد میکنه. ببخشید میشه سوال کنم، شما روانشناسی خوندین؟
اینو یه بار دیگه هم به من گفته بودید. صداتون آشناه. خیلی سوالاتونم جالبه. منتها به انگلیسی صحبت کردیم با هم. ولی اندفعه فارسی صحبت میکنم. البته با تلفن خودتون تماس گرفته بودم اون دفعه، نه با رادیو. به هر حال این لوسید دیرمون چون من خودم هم تجربه کردم. بله. و کاملا متوجه بودم که دارم خواب میبینم و تو خواب هر کاری که دوست داشتم بدون ترس انجام میدادم، مثلا کاری که تو خیابون مثلا در حال بیداری به چون نمیشه کرد. بله. ممکنه مثلا پلیس دستگیر، یعنی به راحتی میدونستم خطری هم نداره و انجام میدادم و خیلی هم واقعا خواب خوبی بود، ولی خیلی کم اتفاق میفته. میخواستم اگه میشه میخواد توضیح بدید چجوری میشه این جور خوابا رو بیشتر دید. به به، میخواین پس بیشتر براتون این تجربه بشه. خیلی جالب. بله بله، چون خیلی لذت، خوابای لذت بخشیه واقعا. خب معلومه، برای اینکه در بیداری ما انسانها ممکنه واقعا اون احساس امنیت رو نداشته باشیم که یه رول ها، یک نقش هایی رو تو زندگیمون بازی کنیم. ناخودآگاه از طریق خواب اون نقش ها رو که بازی می کنیم احساس می کنیم یک سری مسائلامون رو داریم حل می کنیم و لذت هم می بریم. و این بر می گرده واقعا به حرف های نوشته های فروید و یونگ که راجع به خواب خیلی توضیح داده بودن. همین لوسید دریمز بیشتر چطور میشه اتفاق بیفته؟ قبل از این که بخوابین اون نقش هایی رو که دلتون میخواد بازی بکنید راجبش فکر بکنید و تصور بکنید و آروم اجازه به خودتون بدید ببینید اصلا کجا داره فکرتون میره. با زور نمیشه. اگه دقت کرده باشین یه موقع ممکنه پذیراییشو واقعا نداشته باشیم یا اون دیفنس مکانیزممون، اون دیوارهای دفاعیمون یه مقدار مقاومت بکنن، ولی موقعی که احساس میکنیم این آمادگی رو داریم، هرچی اون رول ها رو که میخواییم بازی بکنیم نه فقط تصور بکنیم، حتی راجبش میتونید بنویسین که دوتا ساید مغزتون رو استفاده بکنید. همین لوسید دریمز، یعنی به فارسی فکر کنم میشه کلیر دریمز، به فارسی لغت دنبالش میگردم، آهان، رویای شفاف، لوسید. بنابراین، ولی به غیر از این باز اینو یادتون باشه یه موقع هست که هر کاری هم ما بکنیم عین تلپاتی میمونه. ممکنه به خاطر دلایلی که ناخودآگاه باشه ما موفق نباشیم. بنابراین اینم در نظر بگیرین که یه موقع اون پذیرایی هست، یه موقع نیست. حالا بیشتر این خیلی موضوع برام جالبه، خواستین صحبت کنین میتونید با تلفن خودم تماس بگیرین. با اجازه من خطای دیگرم بگیرم. خواهش میکنم. ممنون. خدا نگهدارتون. ممنون از توجه همگی به برنامه. من یکم خسته بودم دیگه، الان بیدار شدم. الان وقت آگهی بازرگانی هستش، با من باشین. با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی میباشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310 780 6360.
310-780-6360. Hi, I'm Mike O'Brien, CEO of Postings.com. BBB knows that we pride ourselves on helping businesses of all sizes find the best candidates for their open positions. Earning an A-plus rating from the BBB demonstrates our commitment to providing exceptional customer service. We strive to make hiring easy. Our BBB accreditation proves that you can trust us to help you find your next great employee. Postings.com invites you to check out our reviews at BBB.org or post your jobs at Postings.com. دکتر حسین نجفی متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با فوق تخصص در جراحی بینی و صورت، استاد روش‌های زیبایی صورت بدون استفاده از جراحی. 310-514-2511. شراب‌های ناب از فاضلی سلرز تا منزل شما. من بیژن فاضلی مشتاق دیدار هموطنان ایرانی در شهر زیبای تمکلا هستم. 1-877-6-فاضلی fazelisellers.com. بخش دوم برنامه هست راجع به دریم انالیسز، رویا و کابوس. مخاطب قبلی احتیاج داریم بیشتر راجع به لوسی دریم صحبت کنین. شماره من هست 310-801-0544. خب نفر بعدی بفرمایین. بفرمایین. درود بر شما. ممنونم. خوب هستین؟ ممنونم. شما خوبه کامرنده؟ عالی. بفرمایید. ببینین من میخواستم بگم که اصلا من خواب هرچی میبینم فراموش میکنم، یادم نمیمونه، خیلی هم تا بیدار میشم یادم میره. خب. ولی خوابم زنده دار. من جون. یه مشکلی دارم که الان یه تقریبا بگم حدود 10 ساله من هر موقع که میخوابم تا وقتی که خوابم ببره چشممو که میبندم یه موجوداتی اصلا مثل خود انسان میان و دوره برم و حتی انقدر به من نزدیک میشن که من سنگینی بدنشون رو حس میکنم و نفسهاشون رو صورتم همینطور. ولی خب. تا چشمم باز میکنم میرم، بعد دوباره تا چشمم میبندم مجددن برمیگردم. شنونده عزیز ممنون که تماس گرفتین. من با کمال میل باهاتون صحبت میکنم. ممنون میشم. این مطلب شما متفاوته از خواب دیدن. من با دل و جون باهاتون صحبت میکنم. شماره منو لطف کنین یادداشت کنین. بفرمایید 08 داره شمارتونو؟ بله اتفاقا 08 شمارمو داره. بگیرین و با هم فردا تماس بگیرین. من حتما راجع به این موجودات بررسی میکنم و تلفنی باهاتون صحبت میکنم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یه چیزی هم مجددن میخواستم بگم. من جون. از حدود 10 سال پیش تو ترکیه بودیم. من حدود 60 سال از زندگیم رو ضبط کردم و الان بس. از همون موقع تا حالا تمام اوناها یادم میاد. هرچی هم میخوام از یادم ببرم نمیشه. متوجه هستم. صدماتی فردا. بله بام تماس بگیرید. بله تنها هم نیستین. انسانهایی که واقعا یک صدماتی رو تجربه میکنن این طبیعی هست که راجبش دائم فکر بکنن. به انگلیسی بهش میگیم فلش بک، یعنی این یک فیلم سینمایی همش برای انسان تکرار میشه در ذهنش. حتما با دل و جون فردا بهتون میرسم. بام تماس بگیرید. ممنون از توجهتون. خط بعدی بفرمایین. روی خطین شنونده عزیز. جونم بفرمایین. خانم دکتر زنده‌دل. بله حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون. شب بخیر.
مرسی از برنامه عالی متعلق کنندتون با محتوا و آموزنده. سوالی که در مورد خواب داشتم، خواستم ببینم که چرا بعضیا خوابای جنسی یا به اصطلاح آمیزش اینا رو میبینن، چه تعبیری داره. و سوال دومم، ببخشید، سوال اولتون سوال کردین که چرا انسان خوابهای جنسی میبینه، درست متوجه شدم؟ بله. سکشوال دریمز. خب بله بله. سوال دیگه که دارم از این سوال متفاوته اینه که من در ازدواج قبلیم با خانواده به اصطلاح شوهرم اختلاف زیاد داشتیم و با وجودی که سالها گذشته من سعی میکنم که همه رو پشت سر بگذارم و فراموش کنم، بیشتر توی خواب برمیگرده همه اینا به چیزم که توی خوابم برمیگرد که من دعوا میکنم باشون، عصبانی میشم، یک و بدو میکنم و خیلی ناراحت کننده صبح از خواب بیدار میشم و این جنگ و دعوا همه روزم و به اصطلاح اثر میذاره و ناراحت هم میکنم. بله ببینید، قبل از این که من سوال اولتون رو جواب بدم، سوال دومتون، یک سوالی که دارم، شما آیا تجربه کردین اینو در ازدواج قبلیتون که نمیتونستین حق و حقوقتون رو بگیرین و مسائلی هست که حل نشده که از طریق خواب؟ اوکی. خب همین، پس جواب اینه. دقیقاً. ولی که من کاملا دیدم که حقم پایمال شد و اختلافایی که داشتیم مقدار خیلی زیادش تقصیر اصطلاح خانواده اون بود که ما این وسط اختلاف بیشتر پیدا کردیم و این هیچ وقت حل نشده در من، با وجود که سعی میکنم بگذرم و فراموش کنم، ولی بعد از سالها هنوز منو هانت میکنه و شبا به خواب به سراغم یا دعوا میکنم با اون افراد، یکی بده میکنم خیلی خیلی زیاد و تمام روز بعدن اثر میذاره، ناراحتم میکنه و همیشه ادامه داره. این مدت های خیلی خیلی زیادیه بعد از سالهای زیاد جدایی که هنوز منو رنج میده. بله ببینید شنونده عزیز، این مسائل گذشتتون تا حدی حل شده که در روز فکرش رو نمی کنید، ولی اون موضوعهایی که پیش اومده که واقعا معنای عمیقی برای شما داشته که برمیگرده به این که چرا حد و حدودتون اونجوری که نیاز بوده بذارین و خودتون رو پروتکت بکنین، محافظت بکنین، نتونستین بکنین و این سمبول بسیار دردناکه برای شما و از طریق خواب دیدن سابکانشس مایند شما میخواد این مسائل، این خاطره های تلخ رو کنار بذاره که وقتی از خواب بیدار میشین تا مدتی اون احساس منفی با شما هست. حالا هرچی بیشتر روی این موضوع خوابها تجزیه و تحلیل بشن و برگردن به خود شما که چه معنایی راجع به شما دارن، این باعث میشه که کمتر این خوابهای منفی رو ببینید. در ضمن سوال اولتونم که پرسیده بودین که چرا ما موقعی که خواب میبینیم خوابهای جنسی ممکنه خوابهای جنسی تجربه بشه، اتفاقا این موضوع خیلی جالبیه، خیلی هم روش ریسرچ شده. وقتی ما خواب هستیم یادتون باشه که مغز ما خواب نیست، اتفاقا بیشتر کار میکنه، سابکانشس مایندمون مخصوصا. و محققین به اینجا رسیدن که انسان در وقتی که خواب هستش ممکنه از طریق رویا دوپامین مغزش حتی بیشتر ترشح کنه. پس افزایش دوپامین میتونه به قول معروف یه دلیلی باشه برای دیدن خوابهای جنسی. حالا اگه از لحاظ سایکولوژیکلی بخوایم بهش نگاه بکنیم، میشه برگرده به اینکه آیا اون آرزوها و نیازهای سکشوالی شما آیا برآورده شده تا حدی یا نشده که از طریق خواب دیدن ممکنه تا حدی میتونه برآورده بشه. بیشتر بخواین راجع به این موضوع سکشوال دریم صحبت کنین، میتونید با تلفن دستی خودم صحبت کنین. با اجازتون من خطای بعدی رم بگیرم. شبتون بخیر و خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. نفر بعدی بفرمایی.
روی خطی بفرمایید. خسته نباشید خانم. قربان شما، سلامت باشین. درستی میخوام من خانم سوال کنم که بفرمایید. خیلی وقت پیش میاد که چیزی بدی اتفاق بیفته که خوبی اتفاق بیفته، شب قبلش من خواب میبینم. من میخوام ببینم چرا اینجوری میشه و خودم احساس میکنم که امروز چه چیزی پیش میاد در من، منفی یا مثبت. خب میشه یه مثالی بزنید؟ دلم میخواد شنونده های دیگه هم بتونن گوش بدن و من بتونم بهتر راجبش صحبت کنم. مثلا اگه قراره مثلا یه کانفلیکت سر کارم باشه یا خبری بدی بیاد یا یه خبری خوبی راجع تو، حالا مثلا فرضاً میخوام بگم که من اگه یک کاری رو دارم میبینم، دارم میشم بعدی پیش بیاد برای من، یک نفر فرضش که من خبر بدی، یه خوابی میبینم که احساس میکنم یه چیز خوشحالی برای من پیش میاد، یه چیز مثبتی اتفاقی میفته. بله. اگه و عکسش مثلا فرزن در یه موضوعی من منتظر یک جدیه بودم که میگفتم که معلوم پیش بیاد نشه، ولی خب اومدیم مثلا دو سه روز قبلش من به برمان شما که هم خواب بودیم. بله. برای همینجوری شد. بله، با کمال میل براتون توضیح میدم. روی خط باشین، فقط لطف کنید صدای رادیوتون رو کم کنید. ببینید، این موضوع بسیار موضوع جالبیه. شما ممکنه سر کار یه اتفاقهای نان وربالی به قول معروف که صحبت راجبش نشده ولی ناخودآگاه به شما رسیده که واقعا یه تنشی بین شما و همکارا میتونه باشه و ممکنه روز بعد واقعا این کانفلیکت، این مجادله پیش بیاد بینتون. ببینید، این میتونه به واقعا ربط میگن که بعضی از خوابهای ما به واقعا روزهای ما و دقایقی که ما به سر میبریم و ربط هم داشته باشه و امکانش هست که واقعا شما این موضوع رو از قبل متوجه شدین و به خواب شما اومده و روز بعد این اتفاق افتاده. پس از خواب ممکنه شروع نشه، امکان داره که از همون روز یا روز قبل به قول معروف میگن ایرونیا بو بردین یا سابکانشستی پیکاپ کردین که یک همچین اتفاقی میفته، یا میتونه برعکسش باشه. ممکنه با یکی یه صحبتی دارین و خیلی مثبت جلو میره و یه آرزوی دارین برای روزهای بعد و همون پیش میاد. بنابراین اینم میتونه یه بخشی از حتی تلپاتی هم باشه. بنابراین این موضوع بسیار جالبه، بیشتر راجبش حتما صحبت خواهم کرد، مثل که خیلی مورد توجه همگیتون قرار گرفته، برای خودم هم همینطور. بیشتر راجبش میخواین صحبت کنین میتونید با هم تماس بگیرین. دلم میخواد امشب بتونم تا حدی به شما عزیزان پاسخ بدم. میدونم هفته قبل خیلیاتون رو خط مونده بودین و نشد که حتی یک دقیقه باهاتون صحبت کنم. با اجازه خط بعدی رو میگیرم الان. بفرمایین، روی خطین. سلام خانم دکتر، نمیدونم زود زنگ زدم یا اینکه باید بیشتر زنگ میزدم. ایبی نداره، خط بفرمایید. خوب کردین تماس گرفتین جونم. سوالی که ازم کردین که آیا من تجربه شخصی دارم از این مسئله، یه مقدار بله تجربه دارم و چیزی نبوده که بخوام ترین شده باشم یا کسی به من گفته باشه، ولی همینطور که قبل گفتم ازتون سوال کردم که به قول فارسی زبونای خودمون که میگن الهام میشه به آدم. بله. یا آینده کسی رو آدم میتونه قشنگ ببینه یا خیلی چیزای دیگه که درسته چیه مسائل مختلف این مسئله منفیه، ولی یعنی منظورتون اینه که علم نتونسته واقعا قبول کنه و بپذیره این موضوع رو، در صورتی که شما تجربه کردین شخصی؟ هم مذهب به همه ماها گفته همچین چیزی نیست، ولی علم هم هنوز نتونسته به اون درجه برسه که واقعا چگونگی این مسئله رو پیدا بکنه. و
چیزی که مثلا من میدونم با تجربیاتی که خودم دارم که میگم آدم اصلا به هیچ عنوان نه مذهبی آنچنانی هستم، بله، نه که بخوام تو این برنامه های نمیدونم فورتون تلینگ و نمیدونم اینا اصلا به هیچ عنوان اعتقادم ندارم، بله، ولی یک موارد روحی روانی هستش که برای خود من اتفاق افتاده و من با تحقیقاتی که کردم دیدم افرادی که مثلا میگن میدیوم هستیم اینا هم یه همچین حالتهایی رو دارن. منظورتون همون الهام شدن حس شیشم یه مقدار، ولی بالاترش هم عمیق‌تر هم میتونه باشه. متوجهم که خیلی صداتونم آرومه دارین راجبش صحبت میکنین، مثل که واقعا براتون حل شده و برای شما پذیرفته شده است و ممنون از این که تماس گرفتین. از اتاق فرمان بهم اطلاع دادن که خطهای دیگرم بگیرم با اجازتون. خیلی خوشحالم که بازم راحت بودین تماس بگیرین و اینم موضوع بسیار جالبیه و نمیشه که واقعا انسان بگه همچین چیزی وجود نداره، برای اینکه شما تنها نه، خیلی ها این موضوع براشون پیش میاد و واقعا تا یه حدی هم من فکر میکنم واقعا به ناخودآگاه، ضمیر ناخودآگاه ما هم کار داره. خیلی جالبه، برای اینکه ضمیر ناخودآگاه کاری به زمان نداره، اینم در نظر بگیرید. خب شنونده بعدی بفرمایین. قطع شد. با اجازه من دلم میخواد راجبه یه کابوس، راجبه یکی از مراجعین که کابوسش رو با هم تجزیه و تحلیل کردیم و خیلی جالبه، دلم میخواد اینو حتما وقت باشه براتون شیر کنم قبل از اینکه خطای دیگر رو بگیرم. ببینید اینو در نظر بگیرید که کابوس 2-8% پیش میاد، یعنی نایتمر برای انسانها، و ممکنم هست یه نایتمر، یه کابوس مدام تکرار بشه که معنیش میتونه این باشه که انسان یک مسائل یا یک مسئله رو نتونسته حل کنه. حالا راجع به این مراجعین، این کسی که مراجعه بهم کرده بود، دلم میخواد بگم براتون خیلی جالبه. این شخص خواب میدید که یه نفر با چاقو بهش حمله میاد بکنه و یه دفعه از خواب میپرید. هر بار که این خواب رو میدید، یه موقع میتونست تو خیابون باشه، یه موقع میتونست مدرسه باشه، یه موقع سر کار باشه، و به محضی که چاقو رو توی خواب میدید که بهش امکان داشت حمله بشه، از خواب میپرید. که وقتی انسان کابوس میبینم از خواب میپره. هرچی این موضوع رو با هم تجزیه و تحلیل کردیم، خیلی جالبه، برگشت به این که زمان کودکیش احساس امنیت تو خونه خودش نمی کرده. پدرش کاری که داشته، دائم می اومدن می بردنش زندان، شکنجه می دادن، شکنجهش می دادن و برمی گشته خونه. یعنی نمی تونسته که احساس بکنه که خونه یه مکان سکیوری میتونه براش باشه. راجب رابطش که تجزیه و تحلیل میکردم، سوال میکردم، اسوسییشنش برمیگشت به این که صدماتی رو که پدر تجربه میکرده در دوران کودکی و نوجوانی تصور میکرده. این خیلی موضوع جالبیه. از طرف مادر هم احساس میکرده که مادر انقدر براش دردناکی مسئله بوده که نمیتونسته از لحاظ عاطفی ابراز علاقه بکنه و به پسرش امنیت بده از این موضوع، و این باعث میشده که خیلی احساس تنهایی میکرده و حتی خوابهای بدم میدیده و کابوس میدیده، بیدار میشده مادر و پدر دعواش میکردن، سرزنشش میکردن که چرا اونها رو بیدار کرده. این باعث میشه که یاد میگیره از دوران کودکی که تا حدی باید خودش رو تسکین بده، و این موضوع چاقو در خواب دیدن باعث شد که درهایی باز بشه به گذشته این شخص که در جوونی هم چطور اون
چیزهایی که براش تو زندگی بسیار مهم بوده گرفته شده و بلد نبوده اون حد و حدود رو بذاره و خیلی صدماتی رو تجربه میکنه. بنابراین سمبول چاقو معنیش خطر بوده، از اینکه سلامتیش از لحاظ روانی جسمی میتونسته در خطر باشه. این خیلی موضوع جالبیه، یعنی با یه خواب انسان شروع میتونه بکنه با تجزیه و تحلیل به ناخودآگاهش و اون خاطراتی رو که ریپرس کرده برسه. خب نفر بعدی بفرمایید، روی خطین. الو سلام خانم دکتر، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خیلی ممنون، مرسی. دو تا سوال داشتم، یکی این که چه مشکلات ذهنی بیشتر میتونه به کابوس منجر بشه، و اینکه چرا من دیدم بعضی افراد تعریف میکنن توی خواب گریه میکنن، این از چی ناشی میشه؟ چه سوالای جالبی. اگه توضیح بدین ممنون میشم. حتما حتما، با کمال میل. سوالها یکی از یکی جالبتر هستن. خب ببینید، از منتال دیسوردرها، از مسائل روانی، اول افسردگی انسان که داشته باشه، یعنی فکرهای منفی، این طبیعتاً میتونه واقعا نایتمر و کابوس بیشتر ببینه از انسانهای دیگه. کسی که استراب داره، چه با پانیک چه بدون پانیک تک، اونم میتونه خوابهای ناگوار ببینه. کسی که سلیپ اپنیا داشته باشه، این خیلی جالبه، اینو تازه من راجبش خوندم، که نفس کشیدن هم استاپ میشه هم دوباره شروع میشه، اونم میتونه انسانو میتونه منجر بشه به خواب دیدن و کابوس دیدن. این جدید موضوع سلیپ اپنیا، برای همینه که تریتمنتش هم بسیار بسیار میتونه مهم باشه. خب این سوال اولتون. حالا سوال دومتون، خیلی ها اینو از من میپرسن که چرا در بیداری گریه نمی کنن ولی تو خواب گریه می کنن و وقتی بیدار میشن متوجه میشن که صورتشون خیس شده. خب همونطور که اول برنامه اشاره کردم، وقتی ما خواب هستیم مغز ما اکتیویتیش افزایش پیدا میکنه، یعنی در حقیقت مغز ما بیداره، مخصوصا بخش سابکانشس مایند ما. حالا لیمبیک سیستم که یه بخشیه که مسئول مسائل عاطفی هستش، اون هم افزایش پیدا میکنه. این باعث میشه که ما اون مسائل عاطفی رو، احساساتی رو که واقعا احساسات اصیل ما هستش، در بیداری سعی میکنیم انکار بکنیم، کنار بذاریم، ولی از طریق خواب ما داریم روی اون مسائل کار میکنیم. برای همینم هست که خیلی ها وقتی خواب هستن گریه میکنن، بیدار میشن خیلی آروم هستن، و این خودش نشون دهنده اینه که گریه کردن که واقعا به بیولوژی ما هم ربط داره، میتونه اون تسکین و اون آرامشو به ما بده. کسایی که بیشتر در بیداری گریه میکنن کمتر در خواب گریه میکنن، و برعکس کسایی که در بیداریشون احساسهای اصیل غم و ناراحتی و نگرانی رو سرپوش روش میذارن، بیشتر تو خواب میتونن گریه کنن، ممکنه تو خواب داد بزنن، و اگه خشم هست که نمیخوان حس کنن در بیداری، موقع خواب دیدن میتونن تجربه بکنن. و واقعا این خیلی سوالهای جالبی کردین، بیشتر خواستین راجع به اینها صحبت کنید، سوالها میتونید با هم تماس بگیرید. ممنون از توجهتون به برنامه شنونده عزیز، شبتون بخیر، خواهش میکنم، قربان شما. نفر بعدی، فقط یه تلفن دیگر رو میتونم بگیرم با اجازه همگی. بفرمایید. الو خانم زنده. بله بفرمایید، خوب هستین؟ سلام، حالتون چطوره؟ اولا درود به شما و خانواده محترمتون. قربان شما، ممنون. خواهش میکنم. ثانیاً این چند تا تجربه شخصی رو برای شنوندگان بگم. چهار تا چیز هست که میتونه کمک به خوابیدن خوب میکنه. به به، عالی، به موقع زنگ زدین. بفرمایید. برای اینکه دلم میخواد همه خوابهای طلایی امشب ببینن و کابوس نبینن. بفرمایید.
ما گارانتی میکنیم که خواب طلایی داریم. عالی. یکی ماسک، یکی بستنیه، یکی موز، یکی آب. پس دوباره میگم ماسک، بستنی، موز و آب. حالا شنونده عزیز من یه سوال دارم، میدونید علتش چیه که این چهارتا اسمی که بردین راجع به این که انسان میتونه خوابای خوب ببینه علتش چیه؟ علتش این چند تا چیز میتونه کمک کنه. یکی هم این که خب. من شخصا هر وقت میخوام بخوابم بله. یا با همین رادیو ایران اگر دل دستم باشه بله. گوشم میذارم برنامه رو گوش میکنم و خواب میرم، یا اون تلویزیون رادیو که هر دو رادیوتون خیلی مقدس و محبوب من. قربان شما. قبلن هم با رادیو صدای ایران بود که بله. دوستان میدونی که برنامه آقای میبودی و غیره اینا بله. این وقتی با من با رادیو میخوام اصلا تمام هر چی خوابی بعدی اصلا مغز من اجازه نمیده که جلو بیاد. بله ببخشید از اتاق فرمان به من اطلاع دادن وقت ما به پایان میرسه. شنونده عزیز دلیلی که ماست و موز و غیره میتونه کمک بکنه لبنیات به خاطر اون کلسیومش هست. اتفاقا روی این موضوع دانشمندا تحقیق کردن. غذاهایی که کلسیوم و پتاسیم داره تا حدی میتونه کمک بکنه که ما راحت تر هم خواب بریم، هم به قول معروف خوابهای بهتر نه، ولی خب میشه به خوابهای بهتر بره برای اینکه با دل راحت تر خوابیدیم، با ذهنیت راحت تر. بنابراین این موضوع کلسیوم و پتاسیم خب دیگه حالا میدونید و این حقیقت داره. و اینی که شما میگید با رادیو شب میخوابین، خیلی ها هستن که واقعا با صدای بعضی ها احساس آرامش میکنن و راحت تر میخوابن و اون صدای درونی خودشون رو که میتونه نگران باشه اونو نمیشنون. بله اون صدا برای من مثل لالاییه. بله متوجه هستم. و من یادم میاد که حدود 20 سال پیش به رادیو صدای ایران هموطنان زنگ زدن، دکتر روانشناس میادن برنامه داشتن. بله میگفتم آقای دکتر ما چیکار کنیم شبا خوابای فتا. بله نشرناک میره. من یه بار دو بار رفتم روی خط گفتم چارش اینه دیگه، اصلا هیچ که زنگ نزده. خیلی انسان جالب و مثبتی. ممنون از تماستون به برنامه. و همینطور که مخاطب آخری الان با ما تماس گرفتن، خب مسلماً با ذهنیت مثبت و رویاها ما سعی کنیم خواب بریم.